امروز آمریکا به ما میگوید که خب درسته که شما بسیار از شرایط لیبرتی ناراضی هستید که میتوان درباره آن مذاکره و گفتگو کرد و ادامه داد، ولی در یک مکان واحد متمرکز شدید، در حالی که حکومت عراق میخواست شما رو به این سو و آن سو پراکنده کند. میگوید که به جای نقل سلمان و سایر مناطق و ناکجا آبادهایی که طرف مقابل در نظر داشت، کنار فرودگاه بغداد رو گرفتید. میگوید که نظارت 24 ساعته را گرفتید. میگوید که کمیساریا و استاتوی جدید، موقعیت جدید حقوقی رو گرفتید. میگوید که من هم به دنبال کشور ثالث برای شما هستم که خودتون هم گفته بودید از قدیم. که براش آماده اید و خودم هم سهمیه میپذیرم. میگوید که در چند روز آینده، در 23 مارس به تاریخ میلادی، چهارم فروردین، کنفرانس بین‌المللی در ژنو به همین منظور تشکیل دادیم. و فراتر از این میگوید که رفتن مجاهدین از اشرف به لیبرتی نقش کلیدی خواهد داشت در کارزار خروج از least. MEK cooperation in the successful and peaceful closure of Camp Ashraf, the MEK's main paramilitary base, will be a key factor in any decision regarding the MEK's FTO status. ما میگوییم که همه اینها به جای خود که محصول رنج و رزم و خون و کارزار بین المللی همین مقاومت و همین مجاهدین و یاران اشرف نشان و پشتیبانان اونهاست. همین ها درست. اما اینکه دلیل زندانسازی در لیبرتی نشد، اینکه دلیل زیر پا گذاشتن معیارهای انسان دوستانه و انسانی و حقوق بشر نشد، پس باز هم ادامه میدیم از کارزاری به کارزار دیگر. در این حال همچنان که در 45 نظریه حقوقی که در این یک دهه نوشته شده، همه حقوقدان ها گفتند، روشن باشد که در هر صورت مسئولیت ایالات متحده که سلاح‌های مجاهدین رو گرفته و با تک تک اونها موافقت نامه امضا کرده که تا فرجام نهایی حفاظت اونها رو تأمین و تضمین خواهد کرد، به قوت خود باقی است. آمریکا میگوید که
طبق بیانیه وزیر خارجه ایالات متحده به طور منظم و مکرر علاوه بر نظارت 24 ساعته ملل متحد از لیبرتی بازدید خواهد کرد. میگوید که شما میتوانید خواستای قانونی و بر حق خودتون رو در مورد شرایط جای جدید در نشست‌های یومیه با حضور ناظران ملل متحد با حکومت عراق پیگیری بکنید. بسیار خوب، حتما این کار خواهیم کرد. اما کسی گمان نکند که ما به این یا اون وعده یا قول، چه شفاهی چه مکتوب، دل خوش کردیم. البته اسناد رسمی جای خود رو دارند، گفتگوها جای خود رو دارند، قولها جای خود رو دارند که در ادامهش توضیح خواهم داد. این هم که ایالات متحده میگوید که خب من دیگه در عراق نیرو ندارم که از شما حفاظت کنم، این هم البته بخشی از واقعیته، اما زیرا به تعهد و مسئولیت را نمیزند. این باعث نمیشود که ما نقض قانون و خلف وعده را بپذیریم. نه، اینطور نیست. باز هم یادآوری میکنم که در همون بیانیه تغییر دوران که چندی پیش براتون فرستاده بودم گفته بودیم که از نظر سیاسی و بین‌المللی تغییر دوران مقدمتاً به این معناست که حالا مدار تعیین تکلیف نه با حکومت عراق و نه تا با این آقای کوبلر، بلکه با بالاترین سطوح در آمریکا و جامعه بین‌المللی بسته می شود. و این همون مقطع یا زمان تعیین تکلیف و تعیین سرنوشتی است که مجاهدین خودشون اون رو با اون یک دهه پایداری رقم زدند. دولت عراق که جای خود داره، ما باید حرفا و قولها و وعده های سازمان ملل و آمریکا رو هم ببینیم تا باور کنیم. همیشه گفتیم و نیازی به تکرار نیست که ما که خواهان درگیری نیستیم و نبوده ایم. اولین طرفی که در راه حل مسالمت ها نیست زی علاقه و دارای منفعت هست خود ما هستیم، هرچند که دشمن و دستنشاندگانش میخواند این رو معکوس جلوه بدند. میخواهند که به پای خود ما بیاندازند. حرف ما این بوده و هست که ما که خواهان حمله و درگیری نیستیم، اما اگر کسی این رو به ما تحمیل کند، در آینده هم مانند گذشته مجاهدین کاری خواهند کرد که خودش پشیمون بشه. و در مورد حقوق حقه خودمون
طبق قوانین بین المللی، طبق بیانیه های صریح کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، قدم به قدم، مورد به مورد و نفس به نفس ایستادگی میکنیم تا دشمن نتواند تجری و تعرض و پایمال کردن حقوق حقه و قانونی رو محقق کند. گفته این که بر سر همه طرح‌ها و تک به تک مطالبی که ارائه کردیم از روز اولی که ژنرال اودیرنو در اردیبهشت 1382 بعد از جنگ در اشرف پیدا شد تا همین امروز بر سر همه حرفامون هستیم. اون روز هم خواهر مژگان از جانب مجاهدین و مقاومت ایران به اودیرنو گفت که ما نمیخواهیم خودمون رو در عراق به کسی تحمیل بکنیم. حق و حقوق اقامت و پناهندگی طبق نظریه های حقوقدانان به جای خود، اما به لحاظ سیاسی اگر که شما نمیخواهید ما در عراق باشیم، بفرمایید همین امروز با هزینه خودمون از اینجا خواهیم رفت. شما زحمت بکشید، هواپیما بیاورید، کنار اشرف هم فرودگاه هست، حاضر آماده. این حرف در سالهای بعد هم بارها و بارها تکرار شده. در تابستان امسال دیگه طرح‌های متعدد رو همه دیدند که در کشورهای مختلف جهان منتشر شد. تا آخرین که مجدداً در همین ماه میلادی مریم دوباره اعلام کرد که مجاهدین حاضرند به سرعت تا پایان همین ماه میلادی که توش هستیم با اموال منقولشون از عراق به یک کشور همجوارش بروند، هم از اردن یا سعودی یا کویت، نه اینکه بخواهند برای این یا اون دولت دردسر و مشکلی تولید کنند، نه، مثلا در همون جایی که در شروع جنگ در سال 2003 صلیب سرخ و کمیساریا برای 60-70 هزار پناهجویانی که به خاطر جنگ عراق رو ترک می کردند چادر زده بودند. مخاطب در پیشنهاد رئیس جمهور برگزیده مقاومت نه این یا اون دولت، بلکه صلیب سرخ جهانی و ملل متحد بود از زاویه حقوق انسان دوستانه بین المللی و نه به لحاظ سیاسی. پس مجاهدین بر سر همه حرفاشون بوده و هستند و این چنین تونستند دست دشمن ضد بشر و پشتیبانان و مزدورانش رو بکنند.